the most responsible attitude to take is, and we believe should be, that of maximum restraint and avoiding any escalation on a military side. On the other side. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید ایران و آمریکا خیشتندار باشند و به تنش دامن نزنند. در برنامه امشب به سفر وزیر خارجه آمریکا به بروکسل میپردازیم. از کسی که زمانی در تیم مذاکره کننده فدریکا موگرینی بود میپرسیم آیا برای نجات برجام راهی هست؟ همچنین در برنامه امشب دو نفتکش عربستانی در میان کشتی‌های هدف حمله نزدیک آب‌های امارات، ایران هم از حادثه ابراز نگرانی کرد. و ایران پیشرفته ترین سیستم فیلترینگ دنیا را دارد. گفتگوی در این باره با رئیس شرکت سایفون که فیلتر شکن می سازد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعادی جهانی دارد. وزیر خارجه آمریکا سفر به روسیه را به تأخیر انداخته و سر از بروکسل درآورده تا با مقام‌های اروپایی درباره آنچه تهدید ایران توصیف کرده صحبت کند. وزیر خارجه بریتانیا گفته نگران یک درگیری اتفاقی در منطقه است. آن هم وقتی که به 4 نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز آسیب رسیده. 2 اونها متعلق به عربستان سعودی. آن طرف روسیه و چین با انتقادی تند از آمریکا میگویند باید به توافق اتمی با ایران بازگشت. حکومت در ایران آرام است و سخنگویان آن طرف‌ها را به هوشیاری فراخوانده. اول برنامه می‌پرسیم که اتحادیه اروپا اراده‌ای برای کاهش تنش دارد یا نه، و اگر دارد آیا کاری می‌تواند؟ ریحانه مظاهری گزارش می‌دهد. سفر سرزده وزیر خارجه آمریکا به بروکسل، جایی که سران اتحادیه اروپا نشستی درباره ایران برگزار کردند. سفری که چند روز پس از تصمیم ایران برای محدود کردن بعضی از تعهداتش در توافق هسته‌ای یا برجام صورت گرفت. فدریکا موگرینی پس از دیدار با وزیر خارجه آمریکا بر لزوم حفظ خیشتنداری در مقطع کنونی تاکید کرد تا از هر گونه تشدید رویاروی نظامی خودداری شود. او گفته طرف‌های اروپایی برجام برای اجرای کامل آن تلاش می‌کنند. ما درباره نحوه فعال کردن سازوکار اینستکس برای مبادله مالی با ایران گفتگو کردیم. امیدواریم اولین مبادلات مالی طی هفته‌های آینده صورت بگیره. طرف اروپایی و همه کشورهای عضو بر اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران تاکید کردند. ایران در سالگرد خروج آمریکا از برجام به 3 کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان همراه با چین و روسیه 60 روز مهلت داد تا برای حفظ این توافق گامی بردارند. اقدامی فراتر از آنچه روی کاغذ آمده. ایران میگوید آنچه اروپا تاکنون انجام داده در حد بیانیه درمانی بوده و هیچ یک از وعده هایش عملی نشده. اروپا میگوید چرا برجام به اینجا رسیده؟ آمریکا 1 سال است که در قبال اروپا و جهان قلدری می کند و اروپا فقط می تواند بگوید متاسف است. اروپا به جای اینکه بخواهد ایران به طور یک جانبه از توافقی چند جانبه تبعیت کند، به تعهداتش از جمله عادی سازی روابط اقتصادی عمل کند. البته واکنش اروپا به این تصمیم هم بسیار سریع بود. اروپایی ها با رد اولتیماتوم ایران از این کشور خواستند در برجام بماند و به تعهداتش عمل کند. اروپا میگوید در 1 سال گذشته اقدامات زیادی برای حفظ برجام انجام داده. اما این اقدامات چه بود؟ اولین گام اروپا پس از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران احیای مقررات بازدارنده بود. مقرراتی در حمایت از شرکت‌های اروپایی برای ادامه همکاری با ایران در دوران تحریم. تأسیس بانک سرمایه گذاری اروپا هم که مقر آن در لوکسامبورگ است، گام دیگر اروپا برای حفظ برجام بود. ارتباط این بانک با سیستم مالی آمریکا و نیاز به شفافیت مالی کشورهای فعال در آن باعث شد که نتواند در حمایت از سرمایه گذاری در ایران کاری از پیش ببرد. اما تازه ترین اقدام اروپایی ها تأسیس کانال ویژه مالی بود. کانالی برای تسهیل مبادلات مالی با ایران که البته اروپا می گوید برای فعال کردنش به زمان بیشتری نیاز دارد.
به نظر من اروپا و خانم موگرینی هر کاری که تونستن برای حفظ این توافق انجام دادن. ما واقعا نمیتونستیم چنین چیزی رو پیش بینی کنیم. اینکه دونالد ترامپ تصمیم به خروج از توافق بگیره. امروز شرایط به گونه ایه که واقعا راه حلی به نظر نمیرسه تا بتونیم با آمریکا مقابله کنیم و یا حمایت‌های ویژه‌ای از شرکت‌هایمون داشته باشیم. اروپا قدرت سیاسی لازم رو نداره. اروپا توانایی رقابت با آمریکا رو نداره. اروپا توانایی اطمینان دادن و حمایت از شرکت‌ها رو نداره. به نظر من اروپا حتی توانایی اطمینان دادن به ایران برای حفظ توافق هسته‌ای رو هم نداره. نگاهی به روابط تجاری میان ایران و اروپا طی سال گذشته میلادی هم گویای همین وضعیت است. افت 53% صادرات و کاهش 93% واردات. مقایسه مبادلات دو ماه اول سال 2019 با همین موقع در سال گذشته نشان از افت 80% تجارت دو طرف دارد. بخش اعظم صادرات ایران به اروپا را نفت تشکیل می‌داد. نفتی که لزوماً برای استفاده اروپایی‌ها نیست و از آنجا به مقاصدی دیگر ارسال می‌شود. اما خروج شرکت‌های بزرگ از ایران سبب شد تا صادرات این منبع درآمد اصلی این کشور قطع شود. گستردگی قوانین آمریکا در حدیه که شرکت‌های اروپایی توان ایستادن در برابر اون رو ندارن. هر گونه تعامل با ایران میتونه اونها رو هم تحریم کنه. هیچ دولت اروپایی هم توان جبران تحریم‌هایی که از روی آمریکا علیه شرکت‌های مال میشه رو نداره. بر همین اساس از یک طرف شرکت‌ها خواستار ماندن در ایرانن، از سوی دیگر پیامدهای مالی کار کردن در ایران در حدی بالاست که هیچ شرکتی ریسک نمی‌کنه تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه. برجام به رغم خروج آمریکا همچنان یک توافق چند طرفه محسوب می شود. اما صبر یک ساله ایران و اقدامات بی سرانجام اروپایی ها نشان داده که نمی توان به آینده آن چندان خوشبین بود. اگرچه هزینه سیاسی خروج از آن برای طرف های باقی مانده در توافق سبب شده تا همچنان روی کاغذ باقی بماند. چیزی که ناتالی گوله، عضو کمیسیون روابط خارجی سنای فرانسه هم از گفتنش واهمه ای ندارد. وضعیت تغییر کرده. اروپا نمیتونه التیماتومی از طرف ایران بپذیره. در این حال ما در شرایطی نیستیم بتونیم اون چه ایران میخواد رو اجرا کنیم و رضایتش رو به دست بیاریم. بنابراین باید بگم فکر میکنم این توافق به زودی از بین میره و میمیره. ریحان مظاهری، گفتگوی داشتم با تاریا کرامبرگ، پژوهشگر مرکز تحقیقات صلح بین الملل در استکهلم که تا همین اواخر عضو کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود و از نزدیک در جریان مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران. نظر او را درباره دور تازه تنش‌ها میان ایران و آمریکا پرسیدم. تشدید تنش‌های اخیر نتیجه اقدام یک سال پیش آمریکا یعنی خروج از توافق و بازگشت تحریم‌های آمریکا که بر کشورهای اروپایی، روسیه و چین هم تأثیر گذاشته و اثر مخربش بر اقتصاد ایران هم که الان مشخص شده. در شرایط موجود رساندن منافع اقتصادی این توافق‌ها به ایران از طریق کشورهایی که از توافق حمایت می‌کنند هم کار بسیار سختی شده. Have the economic benefit. Of course, the Iranians have had a wait and see policy. They avoid. ایرانی‌ها سیاست صبر پیشه کردند و خیلی وقت هم هست که منتظرند. ولی می‌دونند که به هر حال باید به نوعی واکنش نشون دهند و واکنش هفته پیش رئیس جمهوری ایران حسن روحانی بر همین اساسه و همین واکنش اروپایی‌ها را در شرایط بسیار سختی قرار داده. اتحادیه اروپا الان به نوعی بین فشار ایالات متحده و تعهداتش به ایران گیر افتاده. همونطور که میدونید مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم امروز به بروکسل رفته، جایی که وزرای خارجه اتحادیه اروپا با هم دیدار میکنن. همین سوال قطعاً از طرف اروپایی‌ها در این جلسه مطرح خواهد شد. دقیقاً ایران هم شکایت میکرده از این که گویا اروپایی‌ها به اندازه‌ای که لازم هست از خودشون تحرک نشون نمیدن، از خودشون تعهد و اراده نشون نمیدن. مشخصا واقعا اروپا اینجا کاری هست که میتونسته بکنه و نکرده؟ اروپایی ها اون چرا که قول داده بودند انجام دادند. اونها تلاش کردند راه های مختلف برای دور زدن تحریم های آمریکا رو بسنجند و
و این تلاشی همه جانب است، از طرف اروپایی ها و روس ها و چینی ها. سازوکار این استکس بر همین اساس شکل گرفت، اما روند جلو رفتن اون خیلی کند بوده و همین مایه انتقاد ایرانی ها شده. اونها میگن اروپایی ها به اندازه کافی سریع نیستند. این سازوکار قطعا نمیتونه پاسخی به افزایش تنش های نظامی در منطقه باشه، اما به هر حال یکی از راه حل هاست. از نظر من چینی ها و روس ها هم باید به این سازوکار بپیوندند تا بتونن نقش فعالتری در رسوندن منافع برجام به ایران بازی کنند. Among the remaining partners to try to provide the economic benefits. امروز جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا ابراز نگرانی کرد و گفت که ممکنه یک اتفاق تبدیل بشه به یک درگیری نظامی. از این منظر چقدر وضعیت رو شما شکننده میبینید؟ آیا واقعا خطر یک جنگ تمام عیار دیده میشه؟ فکر نمی کنم کسی بخواد یا تصمیم گرفته باشه جنگی راه بیافته، اما از اونجا که شرایط در خلیج با حضور بمب‌افکن‌ها و ناو هواپیما بر آمریکا بسیار شکننده است، همیشه امکان خطر هست، به خصوص که ایران هم خودش رو آماده مقابله نظامی کرده. کوچکترین جرقه‌ای میتونه آتشی به راه بندازه و همین مسئله امروز نگرانی اصلی اروپایی هاست. اونها امروز نگران حفظ توافق هسته‌ای یا حل وضعیت اقتصادی ایران نیستند، بلکه تمام تلاششون رو روی جلوگیری از یک رویارویی نظامی متمرکز کردند. تاریا کرامبرگ بود، پژوهشگر مرکز تحقیقات صلح بین الملل در استکهلم. برنامه 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. بنابر گزارش‌ها در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان 4 انفجار اتفاق افتاده. مقام‌های محلی گفتند که دست کم 4 نفر کشته شدند و 16 نفر زخمی هستند. هنوز کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. ترور یک زن در کابل واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته. مینه منگل، مشاور فرهنگی مجلس نمایندگان افغانستان و مجری سابق تلویزیون، دو روز پیش در کابل با شلیک گلوله کشته شد. در تازه‌ترین مورد، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، دفتر نمایندگی سازمان ملل و سفارت آمریکا در کابل این قتل را تهدیدی برای آزادی بیان و حقوق زنان خواندند. علت قتل او هنوز روشن نیست. دادستان زاهدان میگوید فرماندار سابق سراوان به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده. به گفته علی موحدی مبلغ، مبلغ رشوه فعلا 3 میلیارد تومان گزارش شده، اما احتمال افزایش آن وجود دارد. هفته گذشته درویش نارویی از فرمانداری سراوان برکنار شد. دادستان زاهدان گفته که به زودی اخباری درباره مبارزه با مفاسد اداری منتشر خواهد شد. دادستان سوئد پرونده اتهام تجاوز جنسی جولیان آسانج، بنیانگذار سایت افشاگر ویکیلیکس، را بازگشایی می‌کند. آقای آسانج این اتهام را رد می‌کند. او 7 سال پیش به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد، ولی ماه گذشته از آنجا اخراج شد. دادگاهی در بریتانیا او را به جرم نقض شرایط آزادی با وثیقه به 50 هفته زندان محکوم کرد. دولت آمریکا هم خواهان استرداد او به خاطر انتشار اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک است. دیروز وزارت امور خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد که 4 کشتی باربری در نزدیکی بندر فجیره هدف عملیات خرابکارانه قرار گرفته. اول بد نیست که نگاهی بکنیم و ببینیم بندر فجیره کجا هست. فجیره یکی از امیرنشین‌های هفتگانه امارات متحده عربی در نزدیکی تنگه هرمز. این آبراه محلیه که کشتی‌های خیلی زیادی از اونجا رد میشن و نفت رو از اینجا به بازارهای جهانی میرسونند. امروز عربستان سعودی تایید کرد که از جمله 4 کشتی صدمه دیده، 2 کشتی نفتکش مال عربستان سعودی بوده. دولت عربستان گفت که صدمات وارده به این کشتی ها جدی بوده. یک کشتی صدمه دیده هم متعلق به نروژ بوده. بد نیست که آخرین تصاویر رو از بندر فجیره و همینطور کشتی نروژی ببینیم. وزیر انرژی عربستان گفت که 2 نفتکش سعودی که اینجا به قصد بارگیری نفت خام برای مشتری های آمریکایی در حرکت بودند، می‌خواستند این مسیر رو برای گذر خودشون انتخاب بکنن. خالد فالح گفته که البته این حادثه باعث پخش شدن نفت در دریا نشده، که خب برای طرفداران محیط زیست خبر خیلی خوبیه،
ولی واکنش در ایران چی بوده؟ ابراز تأسف. بذارید گفته های سخنگوی وزارت خارجه ایران رو با همدیگه مرور بکنیم. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفته که این دسیسه بدخواهان برای برهم زدن ثبات و امنیت در منطقه بوده و آقای موسوی تاکید کرده که کشورهای منطقه باید هوشیار باشن. در این شرایط احتمال درگیری بین ایران و آمریکا هم کشورهای اروپایی رو نگران کرده، از جمله جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا که نگرانی خودش رو پنهان نکرده. ما خیلی نگران خطر درگیری هستیم که در اثر یک تصادف پیش بیاد و کاملا ناخواسته از سوی طرفین تشدید بشه و به نوعی درگیری بکشه و ما این دغدغه‌مون رو با همتاهای اروپایی خودمون و مایک پامپئو در میون می‌ذاریم. جرمی هانت در بروکسل صحبت می‌کرد. دو روز پیش اداره کشتیرانی آمریکا به کشتی‌های تجاری و باربری آمریکایی درباره تهدید تحرکات ایران و متحدانش هشدار داده بود. در روزهای اخیر هم آمریکا یک ناو هواپیمابر، ناو ابراهام لینکلن و 4 بمب افکن B-52 رو به منطقه اعزام کرد و ایران و نیروهای متحدش رو هم به تحرکات تهدیدآمیز متهم کرد. مقام‌های ایرانی البته در هفته‌های گذشته به احتمال بستن تنگه هرمز اشاره کرده بودند، اما در عین حال میگن که امنیت منطقه و خلیج فارس اولویت اونهاست و این آمریکاست که امنیت منطقه رو به خطر انداخته. سارا وخشوری مدیر مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن با ماست. خانم وخشوری، این اتفاقی که در خلیج فارس افتاده تا چه اندازه در بازارهای انرژی باعث نگرانی شده؟ خب امروز قیمت‌های نفت، هم نفت خام برنت هم نفت خام شاخص آمریکا، هر دو افزایش پیدا کردن، اما افزایش قیمت‌ها، چه قیمت‌های نفت خام فیزیکی و چه قیمت‌های آینده نفت خام در بازار بورس، پرش شدیدی نداشتن و این نشون میده که بازار دچار ترس یا عامل روانی شدید نشده، فقط یک واکنش خیلی منطقی به اتفاق دیروز بوده. خیلی وقت‌ها است که بازار نفت تحت تأثیر عوامل روانی قرار میگیره، نوسان‌های شدید داره. دلیل این که واکنش خیلی شدید نبوده چی میتونه باشه؟ آیا باور عمومی بر اینه که یه اتفاق بوده؟ یک نکته جالبی که وجود داره اینه که به طور تاریخی قیمت‌ها نسبت به گذشته نسبت به تاریخچه گذشته خیلی دچار عامل روانی نشدن در ماه‌های اخیر، به دلیلی که ما اول تحریم‌های ایران رو داشتیم. خب بسیار سعی کردن که بازار رو آروم کنن، آمریکا مخصوص با توضیح اینکه عربستان و بازار آمادگی این رو داره که جای ایران رو بگیره، اما حتی مقامات ایرانی وقتی که تهدید میکردن بازار رو که اگر ما نفت نفروشیم بازار به هم خواهد ریخت و تهدید خواهد شد عبور نفت، ما شاهد ترس و عامل روانی روی قیمت‌ها نبودیم و قیمت‌ها دچار پرش زیادی نشدن و حتی بعد از عامل فجیره هم همینطور، یعنی افزایش قیمت خیلی منطقی بوده. این به صورت تاریخی یک خیلی جدید هست، یک پدیده جدیده که این عامل روانی تاثیر خیلی زیادی نمیگذاره. خیلی ها معتقدن که بازار فعلا منتظره تا ببینه نتیجه بازرسی ها چیه. اگر که در زمانی مشخص بشه که فرض کنیم این به دلیل یک جوری مشخص بشه که فرض کنین ایران ممکنه پشت این بوده و یا اینکه این تهدیدها هر کسی دیگه که پشت این بوده ممکنه ادامه داشته باشه، شاید بازار واکنش بیشتری نشون بده. ولی از زمانی که این اتفاق افتاد، خود دولت امارات، عربستان، آمریکا، بازار، پیام‌هایی که وزارت خارجه ایران داد، همه یک جوری بازار رو آروم کرد و بازار مطمئن شد که این شروع یک اتفاقی که تشدید خواهد شد نیست. خانم وخشوره، کمی در مورد بندر فجیره و این آبراه و این مسیر توضیح بدید. ظاهرا امیدهای زیادی هم بسته شده به اینجا که به عنوان یک جایگزین عمل بکنه این مسیر، حتی اگر مثلا امنیت تنگه هرمز به دلایلی تهدید بشه. البته نمیتونه جایگزین باشه. 30% نفت خامی که توی دریاها همش از تنگه هرمز عبور میکنه چیزی نزدیک به 18-19 میلیون بشکه در روز. ولی نکته جالب اینه که بندر فجیره مرکز، یکی از مراکز اصلی سوختگیری کشتی‌های تجاریه.
و این بندر به عنوان یک مرکز سوختگیری از زمان جنگ ایران و عراق به این مرکز سوختگیری تبدیل شد، زمانی که تنگه هرمز ناامن بود برای کشتی‌های تجاری، و این بندر از اون موقع تا امروز نقش خیلی مهمی رو پیدا کرده و دولت امارات متحده و ایالات فجیره پول خیلی زیادی از سوختگیری کشتی‌های تجاری عایدشون میشه. کم کم امارات این رو توسعه داده، یعنی یک خط لوله‌ای هست به ظرفیت 2 میلیون بشکه در روز که میتونه نفت تقریبا 3/4 نفت تولیدی امارات رو از بدون اینکه از تنگه هرمز بگذره به خلیج عمان برسونه، که خب مهمه ولی نمیتونه جایگزینی برای تنگه هرمز باشه. نکته بعد اینه که بجز اینکه اینجا یک مرکز سوختگیری هست، یک مرکز بزرگ ذخیره نفت هست. جز بزرگترین مراکز ذخیره نفت توی دنیا هست که برای تجارت نفت مهمه، و اینکه برای سال 2020 که سوختگیری کشتی‌ها شامل قوانین جدید کشتیرانی میشه که باید از سوختهایی که سولفور کمتر دارن استفاده کنه، فجیره یک نقش بسیار مهمی رو خواهد داشت برای سال آینده و سوختگیری کشتیهایی که نیاز به سوخت با سولفور کم دارن. بنابراین تجهیزات و تأسیسات بندر فجیره بسیار برای بازار و برای معاملگران نفت اهمیت زیادی داره. دیروز وقتی که خبر منتشر شد که گویا اتفاقی در فجیره افتاده، هم عربستان سعودی هم امارات متحده عربی واکنششون خیلی سریع نبود. به نظر می اومد که کمی دارن با احتیاط عمل میکنن. آیا پیامدهای اقتصادی اون ممکنه باعث چنین واکنشی شده باشه و همه سعی میکنن که به گونه ای وضعیت رو کنترل بکنند؟ دقیقا همینطوره. خب به هر صورت امارات سرمایه های زیادی در کشور امارات متحده عربی هست که همه اینها بسیار میتونه واکنش سریع نشون بده به هر گونه عامل روانی یا هر گونه ترس از اینکه ممکنه این سرمایه ها به خطر بیفته یا جنگی در اونجا رخ بده یا حمله ای به اونجا بشه. بنابراین خیلی با آرامش این و خیلی کنترل شده این اخبار اومد بیرون. به عنوان مثال کشتی هایی که صدمه دیدن جای 4 تا نقد شده، جای 10 تا. همینطور تاثیر روانی اون روی بازار نفت خیلی آرام و منطقی بود، همونطور که با هم صحبت کردیم. و اینکه فجیره و امارات و همینطور عربستان خیلی علاقه‌مند هستن که این نقش مهمی رو که فعلا در بازار قرار بازی کنن و دارن بازی میکنن حفظ بشه و بازار دچار استرس نشه از اینکه مخصوصا عربستان و امارات، دو کشوری هستن که بازار روی اونها حساب میکنه که بیشترین حجم صادرات نفت خام ایران رو در شرایط تحریم پوشش بدن. بنابراین هر گونه تهدیدی علیه صادرات و جریان نفت از این دو کشور که قراره از این ماه، از ماه می و ماهای آینده جای نفت خام ایران رو بگیرن، دچار استرس شدید به بازار میشه. بنابراین خیلی کنترل شده و خیلی با آرامش و همچون که شما گفتیم با تأخیر زیاد این خبرها به صورت خیلی قطره قطره به رسانه ها میرسه. ممنونم از سارا وقشوری، مدیر مؤسسه بین المللی انرژی SBB از واشنگتن با ما. و اما ساموئل رامانی، پژوهشگر رابط بین الملل دانشگاه آکسفورد، هم از همین شهر با ما هستن. آقای رامانی، الان که وضعیت رو نگاه میکنیم، به نظر شما آیا مجالی برای کنترل هست یا اینکه طرفها دارن به سمتی حرکت میکنن که ممکنه اوضاع از کنترل خارج بشه؟ فکر می‌کنم وضعیت در فجیره خیلی نگران کننده باشه. همونطور که مهمان پیشین شما هم گفتید، اماراتی‌ها و سعودی‌ها خیلی محتاط بودند، نخواستن که زود ایران رو متهم کنن به ضربه زدن به امنیت در خلیج. اما بعد از یک سری صحبت‌هایی که از حزب الله و بعضی از روس‌ها شنیدیم و بعضی از خود ایرانی‌ها که درباره ناامنی در خلیج فارس چیزایی شنیدیم، این احتمالش هست که اینها ممکنه که بیشتر متوجه ایران بشن. اما اینکه آیا دو طرف به سمت تقابل خواهند رفت به آمریکا بستگی داره. تا این لحظه واکنش نیروی دریایی آمریکا و واکنش آمریکایی‌ها خیلی محتاطانه بوده، کسی رو متهم نکردن، منتظر مدارک بیشتر هستن. اما اینکه پامپئو سفرش به مسکو رو مثلا کنسل کرده، لغو کرده، اینا نشون میده که ممکنه که در نهایت ایران رو سرزنش کنن و در نهایت شرایط از کنترل خارج بشه و درگیر بشن.
سفر آقای پومپئو البته به تأخیر افتاده، ولی دلیل این احتیاط آمریکایی ها چی میتونه باشه؟ چون در روزهای اخیر آمریکایی ها سعی میکردند بر ایران سخت بگیرن، حتی میگفتن که شواهدی دارن، اطلاعاتی دارن که ممکنه ایران یا متحدان ایران تهدید رو متوجه نفتکش ها یا کشتی ها در خلیج فارس بکنند. این سوال جالبیه. من فکر میکنم که تهدید ایران هم نمیخوان تاکید روش تاکید نکنن، هم نمیخوان که خیلی هم زیاد روش دربارش اغراق کنن، چون اگر که مثلا در نهایت شرایط به بسته شدن تنگه هرمز بی انجامه، اون وقت خب فشار زیادی باعث خواهد شد از جانب متحدان آمریکا در خلیج فارس که آمریکا وارد عمل بشه. بنابراین این سیاست صبر و مدارا باعث میشه که از این طرف سعی میکنن ایران رو سرزنش نکنن تا اینکه تحقیقات به یک نتیجه برسه، چون اون وقت میتونن که احیانا وارد عمل بشن، چون اگه زودتر عمل کنن ممکنه که روسیه و چین ازشون انتقاد کنن. همین اتفاقی که افتاده آیا نمیتونه نشان دهنده این باشه که گویا اعزام نیروهای بیشتر از طرف آمریکا به خلیج فارس به هدف این نیست که حتما از این نیروها استفاده بکنن، یا اگر بی پرده تر صحبت بکنیم چندان اراده‌ای برای جنگ وجود نداره؟ من فکر نمی‌کنم اشتهای زیادی در آمریکا باشه در برای جنگ. یادمون باشه که آقای ترامپ در کمپینش بر اساس خودداری از جنگ و مسئله اینچنینی انتخاب شد. بنابراین اگر الان ولو با فشار امثال بولتون به سمت جنگ برند، خب این برای پایگاه اجتماعی آقای ترامپ و طرفدارانش یک مقدار تعجب‌آور خواهد بود. اما به هر حال این پایگاه‌هایی که دارن در کویت و حرکات و همکاری‌هایی که دارن می‌کنن با امارات و غیره نشون میده که قصد بازدارندگی دارن. اما خود جنگ خب خیلی نامحبوب خواهد بود در آمریکا و چیزی نیست که طرفداران آمریکا، طرفداران آقای ترامپ منتظرش باشن. خب اگر علاقه به جنگ ندارن، چرا دو تا ناو رو فرستادن به خلیج فارس؟ سیستم موشک‌های پاتریوت رو گذاشتن در اونجا و همینطور علاوه بر اینها هواپیماهای B-52 رو فرستادن به قطر. ما میدونیم که تقریبا 30 سال پیش فقط بوده که این هواپیماها در اونجاها مستقر شدند. Well, I think that they're trying to recognize the historic nature of the Iranian threat. فکر می‌کنم که می‌خوان نشون بدن نقش تاریخی و ماهیت تاریخی تهدید ایران رو. اگر که مشکلی پیش بیاد برای حرکت نفت و تنگه هرمز، تنگه باب المندب، این خیلی حساس و خطرناک خواهد بود. بنابراین اینها میخوان نشون بدن که ایران اگر که طاقتش طاق بشه و یک حرکت به اصطلاح غیر معقولانه رو انجام بده، آمریکا حاضر اونجا حاضره و حضورش قویه برای اینکه هر حرکت غیر قابل پیش بینی ایران رو بهش جواب بده، حالا اگر حمله موشکی باشه یا جنگ بین کشورهای مختلف باشه. میخوان نشون بدن که حد اکثر فشار رو و حد اکثر بازدارندگی رو در منطقه دارن، برای اینکه اگر مشکل پیش بیاد بین ایران و کشورهای خلیج، طبیعتاً به مراتب خطرناکتر از جنگ ایران و عراق در دهه 80 خواهد بود. در میانه این تنش‌ها، بالا گرفتن تهدیدها و همینطور رد و بدل کردن اتهام‌ها، آیا میشه انتظار یک پایان مسالمت‌آمیز یا حرکتی جدی از دو طرف به سمت مذاکره رو داشت؟ طبیعتاً جنگ لفظی بوده، ولی تأکیدم از هر دو طرف بوده درباره اهمیت گفتگو. ولی خب می‌بینیم که هیچ کدوم از دو طرف، نه پومپئو نه روحانی، نشون ندادن ابتکار برای صحبت کردن با همدیگر. طبیعتاً روحانی تحت فشار شدیدی هست از جانب تندروهای مثل قاسم سلیمانی که نمی‌خوان که قدم اول رو برای گفتگو با آمریکا برداره، مخصوصاً بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد و از نظر اونها یک تسلیم خواهد بود و خب روحانی هم ضعیف به نظر خواهد رسید، نمی‌خواد که چنین تصمیمی بگیره. از طرف دیگر آمریکا داره به نظر من استفاده می‌کنه از این موضع ضد ایرانی خودش تا توجیه کنه همکاری نزدیکش رو با سعودی‌ها در یمن، که خب اون هم به موزلی تبدیل شده در کنگره. بیش از 50 سناتور با این ادامه جنگ در یمن مخالف هستند و بعد قضیه قاشقچی رو داشتیم. طبیعتاً بنابراین آمریکا از این قضیه ایران استفاده می‌کنه تا نشون بده چرا باید به سعودی‌ها نزدیک باشه.
ساموئل رامانی، پژوهشگر رابط بین الملل، ممنونم از حضور شما در برنامه. دانشجویان دانشگاه تهران در اقدام کم سابقه در اعتراض به اجرای طرح موسوم به حجاب و عفاف در دانشگاه تجمع کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در پی حمله بسیج دانشجویی و حراست دانشگاه تهران، این تجمع به خشونت کشیده شد. گزارش شده که درگیری از مقابل پردیس دانشکده هنرهای زیبا شروع شده و در سالن آمفی‌تئاتر این دانشکده به اوج خودش رسیده. همکارم فرهنگ تقی‌زاده موضوع رو دنبال کرده، الان اینجا با منه. فرهنگ، چقدر ماجرا و موضوع برای ما روشن شده؟ مسئله این هستش که وقتی که در ابتدای این قضیه تصاویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد یا مخاطبین ما که در دانشگاه هم حضور داشتن برای ما پیام‌های فرستادن، از تجمع‌های می‌گفتن که از جلوی پردیس همونطوری تو گفتی شروع شد و این به حال درگیری ها به داخل آمفی‌تئاتر هم کشیده شد. دانشجوهایی که برای ما پیام داده بودن به صورت صوتی به بی بی سی شما در روی تلگرام میگفتن که ما یک تجمعی داشتیم که از چند روز گذشته رو شبکه‌های اجتماعیمون به حال این رو منتشر کرده بودیم و مشخص بود که تجمعی خواهیم داشت، ولی مسئله این هستش که با اونها برخورد شده و میگفت و در حین اینکه ما داشتیم از خواسته های خودمون میگفتیم، به ما پیام دادن که یک سری نیروی بسیجی یا لباس شخصی وارد دانشگاه شد که نیروهای حراست یا اون کسایی که مسئول امنیت دانشگاه هستن هم با اونها قرار برخوردی نکنن. یعنی این پیام به اونها داده شده بود و بعد از جلوی پردیس رفتن توی آمفی‌تئاتر و این درگیری ها همچنان ادامه داشته. در بیانیه که دانشجوها منتشر کرده بودن نوشته بودن که و اونطور که بیان کردن توی آمفی‌تئاتر میگفتن که حضور استقرار نیروهای حفاظت فیزیکی زن در همراهی با ماموران پیشین رو بهش معترض هستن و این رو نقض مستقیم حقوق انسانی و ستم اوریان علیه زنان محصل میخونن. پیام هایی که ما دریافت کردیم، یه سری از حالا به گفته خودشون دانشجوها میگفتن که ما این اعتراض به حجاب اجباری رو به صورت کلی مطرح کردیم و خواسته بوده که به صورت کلی از طرف دانشجوها مطرح شده. واکنش هایی که تو شبکه‌های اجتماعی بود مختلف بود به این قضیه. کاربرانی که به حال موسوم هستن به ارزشی میگفتن که نوع پوششی که دانشجوها مخصوصا دانشجوهای هنر دانشگاه تهران دارن آزاد هستش، اونقدر به اونها سفت و سخت گرفته نمیشه و الان نباید اینطور بخوان اعتراض کنن. اونهایی که به قول خودش حالا به نوعی در توییتر میگفتن که دانشجو هستن یا به هر حال دانشجو سابق ممکنه بوده باشن، میگفتن که نوع برخوردی که با دانشجوها میشه سفت و سخت هستش و بیانیه‌ها یا نامه هایی گرفته بودن در خصوص این که به اونها تذکر داده بودن در مورد لباس های خودشون و پوشش خودشون. چیزی که بعدتر مسئولان دانشگاه تهران، معاون فرهنگ دانشگاه تهران منتشر کرد و گفتش که هیچ آیین نامه یا بخشنامه جدیدی در حوزه برخورد با بی‌حجابی یا روزه‌خواری در سال جاری به دانشگاه اعلام نشده و اون چه که اتفاق افتاده فقط روندی که هر سال با هدف حفظ حرمت ماه رمضان روی داده. از طرف دیگه ما خبر هم داشتیم حدود 3 هفته گذشته فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرده بود که یک طرح جدیدی از برخوردهای با حجاب رو در پیش خواهند داشت، ولی نگاه ها همونطوری که گفتم در توییتر بسیار مختلف هستش. یه سری اعتراض دارن به اینکه ارزشی ها اعتراض دارن به اینکه این نوع اعتراض ها باعث میشه که در اونهایی که خواهان این هستن که برخورد های داشته باشن یا برداشت های خاصی داشته باشن خارج از کشور، این رو سوء تعبیر کنن یا سوء استفاده کنن. از طرف دیگه کس هستن افرادی مثلا عبدالله رمضان زاده از اساتید بازنشسته دانشگاه حقوق دانشگاه تهران که توییت کرده که به نظرش همه این اتفاقا از جمله مثلا ساسیمانکن یا حتی مثلا اتفاقهایی که مربوط به بنزین هستش و درگیری‌هایی که پیش میاد عملیات‌های نفوذی‌ها هستش برای تحرک مردم و این رو باید به نوعی پیدا کنن. یه سری دیگه هم میگن که این کلاً ورشکستگی سیاسی دولت ایران هستش که نمیتونه با این مسائل برخورد کنه و اینها رو به نوعی کنترل کنه. خیلی ممنونم از فرن تقی‌زاده. سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که یک دختر دانشجو که به گفته او با سرویس جاسوسی بریتانیا کار میکرد به 10 سال حبس محکوم شده.
غلام حسین اسماعیلی بدون اشاره به نام این فرد گفت که او مسئول میز ایران در شورای فرهنگی بریتانیا بریتیش کانسل بوده. او به طراحی و مدیریت پروژه های نفوذ فرهنگی متهم شده. شورای فرهنگی بریتانیا در بیش از 100 کشور در زمینه های آموزشی و فرهنگی فعالیت میکند، اما در حال حاضر در ایران حضور ندارد. پارسال یکی از کارکنان این شورا به نام عرس امیری در سفر به ایران بازداشت شد. گفته شده که او برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفته بود. محسن عمرانی از نزدیکان عرس امیری از تورنتو کانادا با ما. سای عمرانی، نامی از خانم امیری برده نشده، ولی ظاهراً به نظر میاد که این چیزهایی که گفته میشه همش مربوط به خانم امیریه، درسته؟ جان بله، سلام. والا ما خود خانواده هم این خبر رو اول از رسانه ها، از رادیو تلویزیون یا هر جایی که هست شنیدن و بعد وکیلشون رفتن پیگیری کردن و فهمیدن که حکم درباره عرس هست. فرمودید که وکیلشون پیگیری کردن، دسترسی به وکیل داشتن ایشون، امکان دفاع از خودشون براشون فراهم بوده؟ اون مدت در چند ماه اخیر بله، اون اولش که دوره اولی که زندان بود نه، دسترسی نداشت، ولی چند ماه اخیر داشت. این حکم هم حکم ابتداییه دیگه، یعنی میتونن برای تجدید نظر تقاضا بدن، درسته؟ بله. خب کمی در مورد فعالیت های خانم امیری بگید، چون در اینجا حرفایی که زده میشه مربوط به این است که گویا ایشون در یک پروژه‌ای بوده که هدف این پروژه نوعی از نفوذ بوده و این هم نوعی از همکاری با یک کشور خارجیه. والا نفوذ به کجا؟ فعالیت های عرس همه فعالیت فرهنگی ایرانی توی انگلیس بوده، یعنی اگه نفوذی هم باشه نفوذ ایران به غرب نه برعکس. و عرس هم یک کارمند معمولی بریتیش کانسیل و فعالیتش هم واقعا منتهی بوده به برگزاری چند تا نمایشگاه نقاشی و عکاسی و مثلا شعر و موسیقی، یعنی اینکه و همه این فعالیت هایی که عرس انجام میداده همه با مجوز وزارت ارشاد بوده، یعنی اینکه هیچ برنامه‌ای نبوده که مجزا از بدون اطلاع دولت جمهوری اسلامی بخواد برگزار شده باشه. در مورد اتهام‌هایی که علیه ایشون مطرح کردند مشخصا چی گفتن؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا پیش میاد در پرونده‌های اینطوری چند اتهام مطرح میشه، بعد یکی دو تاش خیلی پیگیری نمیشه، بعد گاهی هم اتفاق افتاده که در طول دادرسی اتهام‌ها عوض شده. در مورد خانم امیری چطور بوده؟ دقیقا همین اتهام اتفاق افتاده، یعنی اولین بار که گرفتنش به همون جرم، یعنی با اون اتهام تبانی علیه امنیت ملی دستگیر شد و اون سمایی که در توی اوین بود، اون ماهای اولیه که باش بازجویی میشد، خب صحبت‌ها رو انجام دادم و بعدش با وثیقه آزاد شد، ولی همچنان در طول تابستون گذشته برای مصاحبه و به قول معروف صحبت میرفت وزارت اطلاعات و توی همین بین بودش که بهش پیشنهاد همکاری کردن که عرس نقش همکار وزارت اطلاعات رو توی بریتیش کانسیل اجرا کنه، که عرس هم طبیعتاً رد کرد، توضیح داد که من فعالیت‌های خودم رو همه رو برای شما گفتم، اون بقیه فعالیت‌هایی که واسه آشنایی دارم با شما میگم، ولی من جاسوس که نیستم، نمیتونم همچین کاری بکنم. و این یه مقداری فشارها رو روش همچنان زیاد کردن و گفتن که به قول معروف اتهامات رو بیشتر میکنیم و همین اتفاق هم افتاد. شهریور پارسال عرس رو دستگیر کردن و این دفعه اتهامی که بهش زدن تشکیل گروه غیرقانونی علیه امنیت نظام بود، یعنی اینکه از اون تبانی که گویا مثلا سقفش 5 سال هست، این اتهام جدید رو زدن که سقفش 10 سال است. امروز هم که اصلا مجزا از کل پرونده اعلام کردن اتهامش جاسوسیه، که حتی در
اتهامی که در خود وزارت جمع شده این اتهام وجود نداره. خیلی خیلی کوتاه، ایشون برای دیدار با خانواده رفته بودن، کمی در این مورد دیگه توضیح بدید. عرص معمولا سالی چند بار، یعنی مثل همه کسایی که مثلا تو انگلیس یا اروپا هستن، سالی چند بار ایران میرفت، یه مقداری یه تعدادشون کاری بود برای همون قضیه اجازه گرفتن واسه کار نمایشگاه و اینا، و ولی خب این دفعه هم رفته بود که چون مادر بزرگش مریض بود، یک مسافرت یک هفته‌ای اومده بود ایران که شب قبل از اینکه برگرده دستگیرش کردن. ممنونم از محسن عمرانی، از نزدیکان عرص عمرانی از تورنتو کانادا با ما. عرص امیری ممنونم که دستی کردید. سازندگان فیلتر شکن سایفون میگویند ایران پیشرفته ترین و مؤثرترین سیستم فیلترینگ اینترنت در دنیا را داره. مایکل هال رئیس شرکت سایفون در گفتگوی اختصاصی با بی بی سی فارسی مبارزه با سیستم فیلترینگ ایران رو به یک جنگ فرسایشی تشبیه کرده و گفته که وقتی پیام رسان تلگرام فیلتر شد، شمار کاربران سایفون در ایران برای دو هفته به بیش از 10 میلیون نفر رسید. گزارش بهرنگ تاجدین رو ببینید با این توضیح که شرکت سایفون همکار بخش دیجیتال بی بی سی است. نبردی جهانی برای آزادی اینترنت، جنگی که در آن فیلترگذار و فیلترشکن بر سر دسترسی مردم به سایت‌ها و خدمات اینترنتی با هم مبارزه می‌کنند. سایفون یکی از معروف‌ترین سلاح‌های این نبرد است. فیلترشکنی که می‌خواهد تنها با چند کلیک امکان عبور از سد فیلترینگ را فراهم کند. مایکل هال رئیس شرکت کانادایی سازنده این نرم افزار میگوید بیشترین کاربرانش در ایرانند. در شرایط فیلترینگ عادی روزانه 1.5 تا 2 میلیون نفر در ایران از سایفون استفاده می کنند. ولی در مواقع فیلترینگ شدیدتر یا مثلا وقتی که یک سرویس خاص مثل تلگرام رو می بندن، این آمار بالا میره. مثلا اوایل سال 2018 میلادی برای دو هفته روزی به بیشتر از 10 میلیون ایرانی خدمات میدادیم. کشورهای مختلف دنیا سایت‌ها را به دلایل متفاوتی فیلتر می‌کنند. از پخش فیلم و سریال دزدی و هرزه‌نگاری کودکان گرفته تا سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی. آیا این حق رو برای حکومت‌ها قائلید که به دلایل مختلف دسترسی به بعضی از سایت‌ها رو قطع بکنند؟ ما یک شرکت کانادایی هستیم و تابع قوانین دولت کانادا. چیزی که ما در اختیار مردم قرار میدیم دسترسی به اطلاعات، دسترسی به پیام رسان‌ها، به شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های خبری بین‌المللی. اینکه دسترسی به یک چیزی برای مردم درسته یا غلط کار ما نیست. ولی ما فکر می‌کنیم وقتی مردم به طور گسترده تصمیم می‌گیرن که از ابزار ما برای دسترسی به یک سایت یا سرویس استفاده کنن، این خود مردم هن که تصمیم گرفتن. استفاده از سایفون مجانیه. بودجه شما از کجا میاد؟ ما به 4-5 تا شبکه خبری بین‌المللی سرویس میدیم. یعنی باهاشون قرارداد تجاری داریم تا امکان دسترسی به محتواشون رو فراهم کنیم. ما برای این شبکه ها مخاطب جور میکنیم و اونها به ما پول میدن. همینطور یک مقدار از بودجمون از کمک‌های آمریکا تأمین میشه که امکان تحقیق و توسعه رو برای ما فراهم میکنه. ایران سایت‌هایی را فیلتر میکند که کمیته‌ای در دادستانی کل کشور محتوای آنها را مجرمانه تشخیص داده. سوال این است که آیا استفاده از فیلتر شکن برای رفتن به این سایت‌ها جرم است؟ ما اگه به لیست جرمی که در قانون جرمرانی اومده نگاه کنیم، ما همچین جرمی تحت عنوان دسترسی به محتوای فیلتر شده به عنوان جرم نمیبینیم. در مورد اینکه استفاده از فیلتر شکن ها جرم باشه هیچ تصریح نشده. بنابراین از نظر قانونی و حقوقی ما میگیم همچین جرمی وجود نداره. ایرانیان علاوه بر فیلترینگ داخلی با تحریم های خارجی هم مواجهند که باعث شده استفاده از بعضی از سرویس های رایگان خارجی برایشان ممنوع باشد. فیلتر شکن ها تو ایران یه خاصیت یا یه کاربرد دیگه‌ای هم دارن. راهی هستن برای دور زدن تحریم‌ها. خیلی از جاها، خیلی از سایت‌ها یا سرویس‌هایی که میزبانشون کشور آمریکاست، در صورتی که متوجه بشن کاربر از ایران هست، سرویس رو ارائه نمیدن. بنابراین نه تنها ما نمیتونیم بگیم که فیلتر شکن‌ها ابزار انجام جرم هستن، چون اصلا دسترسی به محتوای فیلتر شده جرم نیست، بلکه خیلی جا کمک میکنه به دسترسی آزاد اطلاعات.
معروف‌ترین سیستم فیلترینگ دنیا متعلق به چین است. کشوری که مانند ایران علاوه بر سایت‌ها فیلتر شکن‌ها را هم فیلتر می‌کند. طبق تجربه شما کدوم کشور پیشرفته‌ترین و سخت‌ترین سیستم فیلترینگ رو داره؟ قبلا این چین بود که مؤثرترین سیستم‌های فیلترینگ رو داشت. ولی الان سیستم فیلترینگ ایران پیشرفته ترین سیستمیه که ما باید مرتبا خودمون رو باهاش تنظیم کنیم. باید بگم که اونها آدمهای باهوشی دارن که کارشون مقابله با آدمهای باهوش ماست. سایفون هم مانند بسیاری از ابزارها و روشهای دیگر عبور از فیلترینگ گاه گداری از کار میافتد و پس از مدتی دوباره وصل میشود. شما وصلش میکنید، کدتون رو تغییر میدید یا ایرانه که اون کاری رو که قبلا کرده بوده جلوی سایفون رو بگیره دست ازش برمی‌داره؟ حفظ فیلترینگ همونقدر سخته که پیدا کردن راه دور زدنش برای ما. شبیه یک جنگ فرسایشیه. منابعی که وزارت ارتباطات صرفش میکنه عظیمه. بعضی از روش‌هایی که برای مسدود کردن ما استفاده میکنن روی سیستم‌های مالی و تجاری خودشون هم تأثیر منفی میگذاره. در نتیجه به طور طبیعی یک مقدار مقاومت پیش میاد و فیلترینگ شدید رو فقط برای مدت محدودی میتونن اعمال کنن. چنین جنگی چندان آسان نیست. دلیل با انگیزه بودن ما بعضی بازخوردهایی که از ایرانی ها میگیریم. همین دیروز یک آقای مسنی که به تازگی بازنشست شده یک پیغام برامون فرستاده بود که خط آخرش این بود: لطفاً از این کار خسته نشید. این چیزیه که باعث میشه کار رو ادامه بدیم. 15 سال است که ایران صحنه نبرد فیلترگذار و فیلترشکن است. جنگی مغلوبه که بعید نیست سالهای سال ادامه پیدا کند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. نیما فاطمی، پژوهشگر مستقل اینترنت و امنیت اطلاعات از واشنگتن دی سی با ماست. آقای فاطمی، بیش از یک دهه است که به عنوان فعال آزادی بیان با سانسور اینترنت مبارزه میکنند و میگن سانسور اینترنت فایده نداره و باید آموزش رو بالا برد. آقای فاطمی، پیشرفته ترین و مؤثرترین سیستم فیلترینگ یا محدود کردن دسترسی به اینترنت در ایران شاید از این جهت هم به خودشون افتخار بکنن، ولی این چقدر در جهت محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت مؤثر بوده؟ بذارین اول من یکم اون استیتمنت رو تصحیحش بکنم، به خاطر اینکه من فکر میکنم که چین همچنان شدیدترین سیستم فیلترینگ رو داره. شاید این البته در با توجه به تجربه شرکت سایفون و تجربهشون برای اینکه تمرکز بیشتری رو ایران دارن اینطور باشه، ولی همچنان چین یکی از شدیدترین سانسورها رو داره. طبیعتاً همونجور که من قبلا هم توی برنامه‌تون اشاره کرده بودم، به نظر من یکی از مواردی که ایران توی سانسور اینترنت سعی میکنه انجام بده و بهش برسه دسترس محدود کردن اطلاعاته. و محدود کردن اطلاعات و بالا بردن هزینه دسترسی به اطلاعات برای قشرهای پایین‌تر جامعه و قشرهای کارگر، قشرهای کم درآمدتر جامعه، به خاطر اینکه قشرهای طبقه متوسط یا متوسط رو به بالا همواره همیشه دسترسی داشته به انواع ابزار فیلتر شکن. و همونطور هم که میدونین وقتی که مردم از فیلتر شکن استفاده میکنن هزینه ترافیکشون دو برابر میشه، چون ترافیک خارجی به حساب میاد. خب طبیعتاً کسایی که تو قشر پایین تر هستن سختی بیشتری متحمل میشن و طبعاً باعث میشه که کمتر از فیلتر شکن استفاده کنن. برای همین من فکر میکنم که خیلی از مواقع وقتی که ما به این مبحث میپردازیم بیشتر از اینکه مبحث فنی باشه مبحث جامعه شناسیه، به خاطر اینکه باید نگاه کنیم کی میتونه هزینه اون دور زدن فیلترینگ رو پرداخت کنه و کی نمیتونه، چون همیشه تکنولوژی وجود خواهد داشت. یعنی شما میگید که نوعی از طبقاتی کردن یوزرها یا کاربران داره رخ میده؟ 100%. ببینید، من به شکلی که به اینترنت نگاه میکنم، وقتی اینترنت به وجود اومد قرار بود که شبکه‌ای بدون مرز بشه و اساساً ویژگی اینترنت و دلیل اینکه باعث شد انقدر رشد کنه این بود که مرزهای فیزیکی بین کشورها رو پاک میکرد و شما میتونستید به اطلاعاتی که توی کشورهای متفاوت و دورترین نقاط دنیا بود به سادگی و به سرعت دسترسی پیدا کنید. روش
نوعی که من اینترنت رو خیلی قضیه 24 ساعت است که دسترسی همه در هر شرایطی باید بهش باز بمونه و کسی نباید نگاه کنه که کی چه کتابی میخونه، کی میخونه، چرا میخونه. و خب آیه فاطمی، مسئله دیگه که اینجا داریم اینه که در هر صورت دولت ایران یا نهادهای حاکمیتی از عملکرد خودشون چندان راضی هم نیستن، به این معنا که فکر میکنن باید محدودتر بشه. همیشه حرف از اینه که چرا در فلانجا آزادی بیش از حد هست، چرا مثلا فلانجا کنترل نمیشه. چی کار میتونن بکنن؟ آیا از این حد میتونن فراتر برند؟ خب اگه بخوایم به محدودیت فکر کنیم، فکر کنم کره شمالی بیشتر محدودیت داره، مخصوصا سر اینترنت. که اگه شما در حالتی که دسترسی به اینترنت دارین اینه که جزو اساتید یه دانشگاه باشین یا بعد روی لزوما روی اینترنت کار کنید. خب چرا میتونن ببندن؟ مسئله اینه که وقتی که شما یه سیستم تمامیتگرا روی کشور دارین که داره حکومت میکنه، طبیعتاً سعی میکنه که دسترسی رو هر روز محدودتر کنه و هر ذره ای، هر نفوذی که وجود داره در جامعه که باعث میشه که این مردم بتونن با هم دیگه صحبت کنن، هر نفوذی که توی این سیستم دیوار سانسور وجود داشته باشه که هر دریچه‌ای که مردم بتونن از طریقش با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، چه میخواد تلگرام باشه، چه میخواد اینستاگرام باشه، چه هر پلتفرم دیگه‌ای، طبیعتاً برای کسایی که تمامیت خواهن به عنوان خطر شناخته میشه و سعی میکنن که بخوان محدودترش کنن. ولی خب همواره ما تکنولوژی‌هایی خواهیم داشت که بتونن این محدودیت‌ها رو دور بزنن. خیلی خیلی کوتاه آقای فاطمی، بسیار مختصر اگر بگید این تلاش‌هایی که صورت گرفته برای این که خب اینترنت رو محدود بکنن، آیا ضربه‌ای به خود حاکمیت هم نزده؟ چون در گزارش داشتیم که گفته میشد گاهی وقتا خود حاکمیت هم نمیتونسته از مزایای استفاده بکنه به خاطر اینکه خودش محدود کرده. کوتاه لطفا. دقیقاً، من همیشه گفتم، بازم میگم، من اگه جای دولت ایران بودم با توجه به فشارهایی که از غرب وجود داره و از مخصوصا از آمریکا و تحت شرایطی که الان ایران توش قرار داره، با محدود کردن اینترنت دست و پای خودش رو هم بسته، برای اینکه نیروی کار توی ایران نمیتونه به بقیه جای دنیا متصل بشه و بتونه این نیروی کار رو صادر کنه. میتونن مردم توی ایران باشن و کار کنن و درآمد خارجی داشته باشن، میتونن با گفتگو و ارائه و تبادل نظر با کارشناسان دیگه خارج از ایران میتونن علم خودشون رو پیشرفت کنن. و باعث شده که این بستن دریچه های اطلاعات باعث شده که سرعت علم هم تحت تاثیر قرار بگیره. خب طبیعتا و سرعت علم قطعا کشور رو هم تحت تاثیر قرار بگیره. بسیار بسیار ممنونم از نیما فاطمی، کارشناس مستقل امنیت و حریم خصوصی از واشنگتن دی سی با ما. آمار رسمی دولت افغانستان نشان می‌دهد که تقریباً 1/3 جمعیت این کشور به اینترنت دسترسی پیدا کردند و شمار کاربران فعال اینترنت افغان به 10 میلیون نفر رسیده. اکثر آنها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. فیسبوک از پرمخاطب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در افغانستان است. به رغم این پیشرفت، دولت افغانستان اخیراً هشدار داده که اگر فیسبوک از قوانین محلی افغانستان پیروی نکند، فیلتر خواهد شد. شهزاده آریوبی وزیر مخابرات افغانستان در گفتگوی با برنامه کلیک از این تصمیم دولت افغانستان دفاع کرده. کاوون خاموش از او پرسیده که مشکل حکومت افغانستان با فیسبوک چیست؟ ما که فیسبوک یک مشکل داریم، از این خاطر که ما دو دفعه، یک دفعه در واشنگتن رفتیم رایشون صحبت کردیم، یک دفعه در کالیفرنیا ما و قیمی سای بودیم که رایشون صحبت کردیم. ما از فیسبوک تقاضا داشتیم که باید اکثر وقت اینجا مردم جلی اکاونت جور میکنه یا غلط استفاده میکنه، یا مردم هست بازی تروریست است، یا بازی مردم است به ضد یک قوم یا مذهب یا دیگه با سایت ها است او را استفاده میکنه، او را باید اجازه نده، او را باید بسته کنه. همکاری هم صورت گرفته، خب چیزی که ما تقاضا داشتیم او را نشده. شما در یک بخشی از اعلامیه که صادر شد از طرف آدرس وزارت مخابرات آمده که
باید کسایی که مثلا فیسبوک میخوان ایجاد کنن باید کارت هویتشون و تنها مشخصاتشون دقیق باشه، واقعی باشن. فکر نمیکنین این جان افراد خطر بندازن در کشوری مثل افغانستان که هر روز خطر وجود داره؟ نه خیر، حالا فعلا که هست، اما هر کس مثال ما به نام خود ما فیسبوک جور کردیم، اما هر کس ما رو میبینه جناب رئیس جمهور به نام خود چی جور کرده. دهی خطر شده اگر کس میخواد که در شبکه اجتماعی بره، اما اصلت شما چیز کنه ضرور خونه است که تو جلی اکانت جور میکنی، مار چیز که دلتان میشه اما را پخش میکنی، خب بسیار غیر قانونی است و غیر اخلاقی است. در موارد گذشته من اگر اشتباه نکنم افغانستان فقط در چند مورد محدود فیلتر وضع میکرد، فعلا چه مواردی را در بر میگیره؟ ما امو اینترنت که هست از طریق برنامه اینترنت اکسچنج پوینت که لوکالایز شد ما اولی میتونیم سم صحیح فیلترینگ کنیم، اما هر وبسایت یا اما هر شبکه اجتماعی هر چیزی که بخوایم که غیر اخلاقی است یا ضرورت نیست به ضرر افغانستان است یا به ضرر کلتور ما است ما میتونیم که او را بسته کنیم. یادآوری میکنم که نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در برنامه کلیک این هفته ببینید که جمعه پخش میشه. اولین قسمت از فصل جدید 60 دقیقه رو با موسیقی به پایان میبریم که این فصل از 60 دقیقه با اون شروع شد. موسیقی ویژه برنامه‌های خبری بی بی سی رو گروهی از نوازندگان سازهای سنتی ایران باز آفرینی کردند. شب و روز بر شما خوش و ممنون که بینندگان ثابت قدم 60 دقیقه هستید.